بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز و گرامی. مرتضی قائدی هستم و با یک آموزش دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. مشقی که در تصویر میبینید خط خانم موسویان هست از هنرجوهای دوره عالی. در این ویدیو بررسی میکنیم خط ایشون رو و با یک سری توضیحاتی نکاتی که لازم هست به ایشون متذکر میشه. اولین نکته ای که گفته میشه اینه که این حرف ب در خط نسخ توی نوشتن بسم الله به صورت عمود نیست، یعنی یه خورده بایستی متمایل بشه به سمت چپ، به این شکل باید بنویسید. نکته بعدی این که این حرکت قوسی شکل جدا نمیشه، اینجور که شما جدا شدید کاملا صاف حرکت میکنه و نبایستی توی این حرکت لرزه ای دیده بشه. البته یک قوس در کل این مثلا در واقع طولی که حرکت میکنه میتونیم ببینیم، خیلی چیز هست، لطیفه، اما اینجوری نیست. یا مثلا اینجوری لرزه، اینجوری توی خط نباید دیده بشه. وقتی که میرسیم به انتهای کشیده، این نباید بالا سر میم باشه. اینجا وقتی میرسیم این میم در واقع اگر اینجا رو ما ادامه بدیم یه جورایی به میم برخورد میکنه، ازش عبور میکنه. هر جوری که مینویسیم بایستی یک جوری ما میم رو بنویسیم که این انتهای کشیده ای ما تقریبا بخوره وسط این سفیدی، تقریبا یه جوری باشه که حس نشه که این خط بالا سر این هست و حالا مثلا میم اضافه شده، اینطور حسی به مخاطب نده مثل این. البته اینجا رو خیلی خوب نوشتید، عالی هست. یه فاصله یک نقطه ای یا کمتر بین این ر و ه نفس کشی باشه که وقتی که اینجا دارید کلمه رحمان رو می نویسید این خفگی توی کلمه حس نشه. یه عمقی هم اینجا داره، یه گودی، این گودی رو ما اینجا ندیدیم الان توی خط شما. خب اینم میتونه به این شکل که نوشتید باشه، میتونه به سمت بالا هم متمایل بشه. این رحیم شما نسخی نشده. ببینید رحیم توی خط نسخ اینجا شما کشیدید، دقت داشته باشید اینجا شما چرا نستعلیقی نوشتید؟ اصلا اینجوری که ما نداریم الگو، میاد بالا میشکنه. ببینید هندسه رو در نظر بگیرید، اینجا میم بهش متصل میشه، اینو شما نستعلیقی نوشتید، انگار که مثلا میخوایم نستعلیق بنویسیم. این قسمت حس نستعلیق به آدم میده. خب در کلمه ان الذین نونش خیلی خوب شده. اصلا من تا حالا اینطور نون به این قشنگی توی خط شما ندیدم. این نونه خیلی زیبا و خیلی شکیل شده. وقتی میتونید این بنویسید این دیگه پذیرفته نیست. این دیگه پذیرفته نیست. با اینکه اینم قوت خاص خودشو داره ها، ولی این شکل یه شکل خوبیه، عالی هست. روی این زیاد نگاه کنید، با اینا مقایسه کنید، ببینید چه اتفاقی توی این افتاده که میگیم اینقدر خوبه، توی این نیفتاده، توی این نیفتاده. عرض کنم به حضورتون دوباره نون دارید، نگاه کنید اینجا باز این نونه مثلا اینجاش کوتاه هست، خوب نیست. این نونه اینجا این خوب نیست. توی این من مطلوب نیست. وقتی نگاه میکنید ببینید توی کل صفحه شما این نون خیلی حس خوبی داره، خیلی زیبا هست. تلاش کنید همین جوری بنویسید. توی کلمه یتلونه، یتلون، وقتی شما این، حالا من مبالغه میکنم، فرض میکنم که شما واو رو از اینجا نوشتید، آدم احساس میکنه این واو تو هوا معلقه و آویزون اینجا زیرش خالیه. حسی که به مخاطب میده این نحوه اتصال شما الان بایستی شما یک کم پایین تر شروع کنید. این حد بالا نباید بگیرید، یه ذره باید بیاد پایین تر.
که مخاطب احساس نکنه که این یه چیز غریبه بیگانه به زور چسبیده شده به این باشه. اینطوری نشه. حالا این کشیده و نکشیدهش مهم نیست، ما اینجا بحث سر این نیست. الان این نباید خیلی بالا بگیرید. کاف کوفی هم نسبتاً خوبه و یه خورده اینجا میتونست کوچیک‌تر اینقدر اضافه. کلمه اللهتون خوبه ولی یک کم دیگه به این قسمت ها دقت کنید. بعضی موقع اللهتون خیلی خوب میشه، گاهی وقتا چیز میکنید. هندسه الله رو قشنگ در نظر بگیرید. از روی الگوهایی که فرستادم این آخری رو شما دارید کوتاه میگیرید، خیلی متمایل شدید به مثلثی نوشتن. اونی که من به شما الگو دادم برای همون یه مورد بود، اما توی این الگوها همونی که خود نیریزی نوشته بنویسید، نه اونی که از الگوی قبلی تو ذهنتون مانده. این میم و واف یه فاصله بینشون بدید، این فاصله کمه، البته زیادم بشه زشت میشه ها. خب این سلات داره از اون حالت قبلی که نوشتید بهتر میشه، ولی سادش همچنان بایستی حس خوابیدگی توی خط دیده بشه. توی ساد شما حس اینجوری داره، این نست تعلیقیه بیشتر، نسخی خورده سادش خوابیده تره. زیر این واواتون درستش کنید. ببینید تمام سنگینی افتاده اینجا، سنگینی باید اینجا باشه. کلمه مما باز همون اشکال قبلی که گفتم توی کلمه بما چند تا حرکت داریم، گفتم این حرکت تو کار شما دیده نمیشه. شما از میم مستقیم رفتید به میم، از میم مستقیم متصل شدید به میم. ما از میم مستقیم متصل نمیشیم به میم، یه رابط میخوره بعد میم میاد. شما این حرکت اینجا رو تو کارتون دیده نمیشه. رزقنا زیرش تمام قلم نیست اینجا. این ه زیاد تمرین کنید، کلن نستعلیقی شده. ه به این شکل بود، فیلمش براتون فرستادم. اینی که شما نوشتید یه چیز دیگه ایه، اینو دقت کنید. این سرن ببینید اینجا یه شکست داریم، اینم طولش ندید یا مثلا قله درست نشه نره بالا، خیلی جمع‌تر بنویسید. خب حالا عینتون یه ذره کوچیک شده ولی باز بهتر است، چون قبلی یه ذره بزرگ بود، این بهتر از اونه. واو رو تو خالی بنویسید. تجاره از دفعه قبل بهتر شده، این حرکت خوبه، اینجا خوبه، اینجا هم خوبه. این حرکت پایینی شما قوس رو برعکس دادید، اینجوری قوس دادید، اینجوری با حرکت میکردید. ببینید قوس شما اینجوریه، قوس باید اینجور میدادید. نگاه کنید تا اینجا رو خوب اومدید، اینجا شما اینجوری نوشتید، باید قوس این شکلی بدید. حواستون باشه این قوس زیر تجارت رو شما اشتباه قوس دادید. یا وفی هم بین اینا یه فاصله هایی بالاخره هست، تا این حد که شما جمع نوشتید، حتی جمع‌ترین حالتش هم که اصلا هیچ فاصله نخواهیم بدیم، بالاخره همه اینا یه چیز دارن دیگه، یه فاصله معقول و منطقی باید بینشون باشه. کلمه خفه میشه. اجور هم گفتیم هم رو تمرین کنید. اگر هم خواستید به این شکل بنویسید، یعنی اصرار دارید که این میم باشه، باید یه فاصله اینجا بدید. بهتر اینه که بنزه یه به فاصله بدید. خب نگاه کنید، یه فاصله به اندازه یه به بدید، بعد اینجا حالا میمش هر حالتی که نوشتید یه فاصله اینجا باشه. این فاصله منطقی نیست، این فاصله خیلی کمه. این قسمت خوبه، اینجا هم یه خورده زخامتش کمتر بشه. یه دونه هه کار کنید میبینید چقدر هیاتون درست میشه. اینجا یکی، الان نگاه کنید، اینجا یکی، اینجا یکی،
ببینید چندین هی وجود داره، با یه دونه تمرین همشو دیگه انشالله حل میشه. قبلا میم رو براتون نوشتم، گفتم به این شکله. اینجا یه ذره باید بیاد بالاتر تا به این حالت. این فضله الان توی این سادش شکل خوبی نداره. ف میاد از زیر ساد، ساد شکلش خابیده باشه که بیفته دقیقا توی این مسیر. اینم صاف نره بالا، اینجا یه ذره قوس میگیره که انگار میخواد بره به این سمت. بعد اینجا میره بالا، وقتی میاد پایین جدا میشه، کلمه متعادل میشه، کلمه کج دیده نمیشه. غفور هم غینش شبه فنجانی شده، غینش به این سمت حرکت کنه، مثل غین کلمه، مثل عین کلمه علی نشه. نگاه کنید علی رو اینجور می‌نویسیم، شما تقریبا غفور عینتون به این حالت متمایله، ولی این نه، این فرق داره. یه فاصله ای هم بدید اینجا، خیلی قشنگش میکنه. بعد این ف، اینم واو، یک کم بیشتر فاصله بده، این فاصله کمه، این دیگه نداده بودید بهتر بود. شکور هم وقتی می‌نویسید این باید بشینه زیر این کاف، یه ذره کافتون میفته عقب‌تر. خب اینطور حالتی میشه، یه ذره این، حالا نمیگم حتما دیگه زیادی ها. ببینید این شین یا سین که ما نوشتیم، این کاف که حرکت میکنه میاد، میاد مثلا رو این قسمت میشینه. خب این طول هم نباید زیاد باشه. این الان یه حالتی شده که مشخص نیست، مبهمه، ولی این زیر کاف بودنش قشنگ واضح باشه، مشخص باشه، یه ذره هم عقبتر اشکالی نداره. من ری رو براتون می نویسم، همین ری که تو تصویر می بینید. نگاه کنید ببینید این زخامت که میرسه به این ظرافت، ما باید توی ری شما ببینیم. خب داریم می بینیم. چه مشکلی داره؟ مشکل اینه که ری شما باید بچرخه، یعنی زاویهش بده. خب حالا فرض میذاریم زاویهش هم درست شد. حالا این قسمت ببینید، اینجا این قسمت ره زخامتش رو شما نباید بیارید اینجا، زخامت میفته این قسمت، حواستون باشه. این یکم کار مشکلیه که زخامت بیفته اینجا، ولی باید تمرین کنید. حالا امیدوارم که من همش تو این جلسه اشکال گرفتم، ولی این نکاتی که خدمت شما گفتم باعث بشه که دفعه بعدی یه خورده حساسیت بالاتری پیدا کنید و بتونید دقیق تر بنویسید. وقتی شما میتونید یه نون رو به این خوبی بنویسید، مسلماً خب شما جلسات قبل اینجور نمینوشتید، بقیه کلماتتون هم میتونید ارتقا بدید و میدونید خب توی همین این مشق چندین نون هست. ه رو تمرین کنید انشالله. کلمه الله هم حداقل دو بار تو همین مشق بوده و کلمه بسیار بسیار پرکاربردیه. از روی الگوها زیاد تمرین بکنید که انشالله بتونید کارهای زیباتری اجرا کنید. امیدوارم که از این آموزش بهره کافی برده باشید و موفق و پیروز باشید. ویدیوی بعدیتون هم به امید خدا در اولین فرصت تهیه میکنم و خدمتتون ارسال میکنم.